آیه هماین کاتوزیان 57 سال از 28 مرداد میگذره و 31 سال هم هست که در داخل و خارج کشور در موردش آزادانه بحث میشه. بعد از این همه بحثا آیا به یه نکاتی میشه رسید که دقیقاً گفتش که اینها وقایعی است که روی داده و جدا از اینکه کی در چه جناح سیاسی جای میگیره اتفاقاتی است که افتاده بر اساس اسناد؟ 32 سال پیش که اقتصاد سیاسی ایران را در بحبوحه انقلاب می نوشتم، در آنجا گفتم که کودتای 28 مرداد فقط کار نیروهای خارجی نبود، برخلاف تصور عموم، برخلاف اینکه در آن زمان شما ممکن بود که همه جناح‌های سیاسی تکفیرتون کنند با این حرف. گفتم که فقط نیروهای خارجی نبودن که کودتای 28 مرداد رو به ثمر رسوندن. مصدق عده‌ای مخالف داشت در داخل کشور، خیلی از زمیندارا و سیاستمداران محافظه‌کار که اونام کم و بیش زمیندار بودن، خیلی از روحانیون، بخشی از اعضای سابق نهضت ملی مثل آیت الله کاشانی، دکتر بهایی، غیر و غیر و اینها. وقتی که ما به اواخر دوره مصدق میرسیم، مخالف مصدق بودن و نیروشون کم نبود. آنچه اتفاق افتاد مطابق تمام اسناد مدارکی که هست این بود که از نوامبر 1952 آبان آذر 1331 در اثر مذاکراتی که اطلاعات انگلیس و امریکا با هم کردن زمینه پدید آمد تا چند ماه بعد، دو سه ماه بعد شاید بیشتر، مسلمن گمان میکنم در اردیبهشت 32 تصمیم گرفته شد که چنین کودتایی بشه. البته اینها از طریق افرادی که در داخل ایران داشتن با مخالفین مصدق یا با خیلی هاشون از جمله سردشکر زاهدی اون موقع تماس داشتن و در نتیجه اون کودتا رو سازماندهی کردن و مالیش رو تأمین کردن، اما خود نفس کودتا رو، خود نفس عمل رو مخالفین مصدق انجام دادن با پشتیبانی اونها، نیروهای داخلی که مخالف مصدق بودن، از بخشی از ارتشی ها گرفته تا دیگران که اسم بردن. من نفع سیاسی ندارم، من خودم رو به عنوان مورخی نگاه میکنم که کارم کار علمیه و بر اساس آنچه میدانم و آن اسناد و مدارک و اطلاعاتی که وجود داره به این نتیجه رسیدم اون همه سال پیش. بعد از اون مقدار زیادی دیگه سند و مدرک و خاطرات و فلان و فلان و فلان منتشر شده که مهمترینش تاریخچه داخلی است که در 1954 CIA در رابطه با رول خودش و دیگران در کودتای 28 مرداد نوشته. البته این تاریخچه که عرض میکنم در اینترنت هست، همه میتونن ببینن. چنانکه که بنده گفتم، تمهیدات مربوط به کودتا از ماها پیش از 28 مرداد چیده شده بود و سازماندهیش با این نیروهای خارجی بود، مالیش با این نیروهای خارجی بود. شاه هم تا آخرین لحظه موافقت نمیکرد، نمیخواست که درگیر بشه با این جریان، حالا به دلایل گوناگون. با توجه به تمام این اطلاعات و اسناد و مدارک، این کودتایی بوده که انجام شده توسط اون نیروهای گوناگونی که عرض کردم. اما صحبت سر اینکه تعریف کودتا، که کودتا معناش این است یا آن است، درباره اون مسئله عرضی ندارم، برای اینکه اون اصلا مسئله قابل بحثی نیست. کسانی که این نظرها رو میدن به خاطر تعلقات سیاسیشونه، ما کارمون کار علمیه. اگر کودتا شده کودتا شده، نشده نشده، مصدق کار درست کرده درست کرده، اشتباه کرده، اینها رو همه رو کسانی که برخورد علمی با تاریخ میکنن باید با بی‌طرفی کامل مطالعه کنن و بیان کنن. ببینید، سال سوم اسفند 1299 کودتایی شد به رهبری رضاخان پهلوی و ضیاءالدین طباطبایی. از همون روز اول هم اعلان کردن که این کودتا بود. یک سال بعدش که روزنامه ها، البته ضیاءالدین در این فاصله از کار افتاده بود و تبعید شده بود و رضاخان بود که قدرت اصلی دولت بود، اگرچه هنوز وزیر جنگ بود. یک سال بعد، منظورم اون زمان، به سال روز کودتا که رسیدن، یعنی اسفند 1300، روزنامه ها شروع کردن به بحث در این که مسبب اصلی کودتا چه بود. رضاخان مقاله نوشت با تیتر اینکه مسبب اصلی کودتا من بودم و توضیح داد، شرح داد، فلان فلان فلان. یعنی بحثی است، خود رضاخان در امورات گفت من کودتا کردم. معنای کودتا از روی تاریخ فرانسه در ابتدا این موضوع پیش اومده و کم و بیش
معناش اقدامیست که موفقیت آمیز چه ناموفق در انداختن یک حکومت قانونی. کسانی که در دفاع از سلطنت صحبت میکنن میگن که خب قانونی نبوده. خب نظر اونها اینطوره و این صحبت ها معمولا به دلایل علاقه سیاسی نه به دلیل مطالعات علمی. اسناد طبقه بندی شده ای که دیگه الان محرمانه نیست از بریتانیا و آمریکا رو بهش اشاره میکنین، اسنادی که در شوروی سابق بوده آیا از بایگانی خارج شده؟ در مورد انگلیس و آمریکا که بله، اونهایی که از طبقه بندی خارج شده همه در دسترسه، اما در سالهای اول پس از فروپاشی شوروی اینها درها رو باز کردن و خیلی ها رفتن اسنادی که میخواستن ببینن دیدن، ولی در این زمینه کسی نه سندی درآورده در ارتباط با شوروی البته نه چیزی نوشته. چه پرسشایی رو شما فکر میکنین که میشه بهش پرداخت که تو اون سندها ممکنه براش جوابی پیدا کرد؟ ما کسانی که تاریخ اون دوره رو نوشتیم هر کدوم از روی آنچه در دست داریم یعنی اطلاعات عمومی احصایی در این باره زدیم. مثلا به نظر میومد که روابط شوروی با سپهبد رزمارا خوبه، چون که رابطه زودم خوب بود و البته سپهبد رزمارا رابطش با انگلستان و امریکا هم خوب بود، ولی خب جالبه که آدم بدونه دقیقاً اونا چجور فکر میکردن، محرمانه چه نظری داشتن. از اون موقع بگیرید چون تا قضیه ملی شدن نفت و مصدق و اینا، وقتی که نفت ملی شد حزب توده اصلا اینو منتسب کرد به امپریالیسم آمریکا و اینکه مصدق عامل امپریالیسم آمریکاست و نفت رو خواسته از انگلیس بگیره به آمریکا بده و غیره و غیره، تهمت و افترا که میدونید برای مدت‌ها. خب نکته جالب اینه که آدم ببینه بر اساس اسناد شوروی سابق شوروی چه فکر میکرد، این نظری که حزب توده ارائه میکرد نظر شوروی بود یا نظر خودشون بود یا نظر حزب توده و نظر اونا تاثیر گذاشت یا برعکس و از این قبیل. خیلی سوالای جالب هست که اون اسناد میتونه در پاسخ بهشون کمک بکنه. اگر در مورد یه واقعی که توی همین دوران معاصر و مدرن تاریخ ایران رخ داده هنوز اما و اگرهایی باقی هست، باید به این نتیجه رسید که به خاطر اینه که یه مقدار از اون احساسات هنوز وجود داره، یا اینکه باید به این نتیجه رسید که وقایعی که دورتر رخ داده 100 سال پیش 500 سال پیش قبل از اون در دوران شکست ساسانیان و دورانه قبلش که شما در مورد همه این موارد در کتاب تازه‌تون به نام ایرانیان مطلب نوشتین، اونها حتی وضعیتش نامشخص‌تره به دلیل قدمت موضوع تا اون چیزی که در 28 مرداد 1332 رخ داد. با کمال تأسف باید عرض کنم که خیلی از این مقولات تاریخی سیاسیه یا سیاسی شده و به همین جهت هم هست که یه نوع توافق علمی عمومی نسبتش وجود نداره. مثال میزنم، مثلا انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه هنوز از چند طرف بر سرش جر و بحث و گفتگوش، تعاریف گوناگون و اینکه چی میخواست و چه کسی کارش درست بود چه کسی غلط بود و غیره. اگه شما بگیرید تا مثلا فرض کنید دوره قاجار رو در قرن بیستم یعنی بعد از انقلاب مشروطه و تغییر سلطنت به کلی با حالت مطلقا منفی بهش برخورد کردن. دوره قاجار سیاه‌ترین دوره تاریخ ایران بود، هیچ کار مثبتی نشد، همش شکست و بدبختی و بیچارگی بود و همش هم تقصیر شاهان قاجار بود. خب این که واقعیت نرسن سر تاریخ و نمیتونست داشته باشه. خب حالا یواش یواش مورخین الان 23 سال گذشته از جمله خود من آمدن صحبت کردن که بله این مقدارش درست و مقدارش نیست و غیره. همین درباره سقوط دولت ساسانی به خاطر دعواهای سیاسی که نمیدونم ما طرفدار عربای میونیسیم مسلمانیم، هر کی یه قصه از خودش میگه و اینم تازگی نداره. در پیش از انقلاب مشروطه بعضی از اندیشمندان خیلی خیلی پرشور و حرارت اصلا تمام بدبختی ایران رو به گردن عربا گذاشتن در 1300 سال پیش از اون واقعه. اینها همش دلایل سیاسی داره و تا وقتی چنین تعصبات سیاسی وجود داره بحث در اینجا باقی خواهد بود. اما از طرف دیگه این رو عرض بکنم که کار ما بیهوده نیست. ما اهل تاریخ که غرض و تعصبی ندارن کارمون رو انجام میدیم و تاکنون دادیم و به نظر من بدون نتیجه مثبت هم نبوده. به نسبت سابق به نسبت اون دورهایی که شما اشاره کردی، مثلا همون سالهای 1332 تا 1657 و چند سال بعد از 1357 اخیراً کمتر لااقل شور و حرارت نسبت به این قضیه وجود داره که این به نظر من چه خوبیه.
برای اینکه اگر شروع حرارت رو کنار بذاریم میتونیم تاریخ رو بهتر بشناسیم، گذشته از اینکه اصلا شناخت علمی تاریخ به جای خودش اهمیت داره، اگه درسی هم باشه از این راه میشه گرفت و نه از نظر شروع حرارت یا برعکسش. کسانی که موضع دفاعی میگیرن و محض اینکه مثلا از اون حوادث دفاع کرده باشن دلایل ارائه میکنن. برداشت من اینه که روی هم رفته یک کمی از تعصبات نسبت به این مسائل کاسته شده ولی همچنان هست.